ببینین وقتی که نگاه بکنیم، اگر که واقع گرا باشیم، شروع بحث ایجنتی و شروع بحث رصد کردن این مسئله برمیگرده به خیلی قدیما، از اون جایی که خیلی از بازیکن‌ها با دوستایی که توی رسانه ها داشتن، چه روزنامه ها داشتن، برای اینکه خیلی مطرح بشن از طریق ارتباط با اونا، ارتباط دوستی، حالا دوستی به شکل‌های مختلف، از اون بازیکن‌ها حمایت می‌شده، یه بازیکن‌ها خیلی ساپورتش می‌کردن، حمایتش می‌کردن و رشدش می‌دادن برای رفتن به جلو. این یه واقعیتیه که از شروع شد. اما مراحل بعدی وقتی که نگاه بکنیم توی جامعه، برای تهیه هر چیزی نیاز هست به یک مرکزی مراجعه بشه، چه از نظر مسائل غذایی، چه از نظر وسایل تجهیزاتی، چه وسایل، چه خونه، هر چیزی به اسم یه منبعی، به یه برجایی، یه جایی مراجعه بشه و درخواست بشه. وقتی که نگاه بکنیم میبینیم این مراحل آروم آروم اومد و حتی در ارتباط با بازیکنان این اتفاق افتاد، به شکلی که ممکن بود یه نفر از اونایی که توی رسانه هستن یا از دوستاشون دنبال بکنن، چون خود رسانه ای هم مستقیم نه یه دوست و واسطه قرار میدادن به بازیکنان که ما میتونیم این حرکت رو برات انجام بدیم و شروع شد این موضوع پیشرفت کرد. و اولین بارم سریه اولم سراغ چه بازیکنانی میرفتن؟ این نفرهایی که به عنوان ایجنت خودشون رو معرفی میکردن، به عنوان مدیر برنامه که رسمی هم هنوز نشده بود، میرفتن سراغ بازیکنهای جوان و یا نوجوانان تیمهای ملی، کسایی که میدونستن در آینده رشد دارن و با صحبتهایی که با اونا میکردن، حتی اینی که به خارج میفرستندشون، این طرف و اون طرف میبندن، باشون قراردادهای طولانی مدت میبستن و این بازیکنها چون جوانم بودن، دنبال هیجانات بودن، به خصوص نوجوانها و جوانها، و اینی که برن به جایی بالاتر برسن، خیلی راحت به اینا امضا میدادن، حتی محضری میکردن و خیلی جا این بازیکنها رو اذیت هم کردن. این محصلی بود از تاریخچه‌ایش که شروع شد به حرکت و اومد به جلو و در این آخرم خود به خود به عنوان یک شغل مطرح شد توی تمام دنیا، توی همه سازمان‌ها و این شکلی گرفت و تونستن با بازیکن‌ها ارتباط برقرار کنن و در واقع به عنوان یه وکیل، به عنوان یه مدیر برنامه که میره برای اونا صحبت میکنه به تیم‌ها، به مدیر برنامه‌ها، به مدیرای باشگاه، به مربیان و بازیکنشون خودشون ارائه میدن. این شروع این اتفاقاتی بود که بحث مسئله دلالی یا ایجنتی یا مدیر برنامه صورت گرفت و پیشرفته تا الانی که اومده و شما باش برخورد کردید و ازش میخواید تحلیل کنید و روش روی پروژه کار کنید. این نفرات خیلی بازیکن ممکنه جذب کنن، دقیقا درآمدزاییشون هم ممکنه بیشتر باشه و بازیکن‌ها بیشتر استفاده بکنن این چیزا. حالا یه بخشی هست که اینکه ما ممکنه یه 10 تا ایجنت خوب داشته باشیم، یعنی منظورم از ایجنت خوب ایجنت هایی که فعالن، ایجنت هایی که بین المللی هستن، ایجنت هایی که در حد بالا کار میکنن، ولی اینا شاخه های زیر گروه هایی دارن که هر کدومشون در نهایت میرسه به اون بالایه و تازه درست. خود اون 10 تا ایجنت هم ممکنه با هم دیگه در ارتباط باشن، با هم دیگه برنامه ریزی داشته باشن که چگونه این قیمت رو ببرن بالا، چگونه نگرش دارن، رو چه شکلی و به چه میزانی این مسائل رو استفاده بکنن. در نهایت به عنوان یه گروه میان این کار رو انجام میدن. خب مرز درش... بین من مرز بین ایجنت و دلال کجاست های ابراهیم زاده؟ اینکه یک نفر قانونی کار کنه، اما خب افراد زیادی در واقع حضور داشته باشن و خب اسمشون نباشه، یعنی پولهای کلانی رو جابجا کنن.
خب این مرزشو من نمیتونم تشخیص بدم، این مرزشو اون مدیرایی که به اینا برنامه میدن، به اونا اساسنامه میدن که طبق این روال باید، طبق این قانون باید کار کنید، باید اون مرز رو مشخص بکنن. ولی همه جا وقتی که نگاه بکنین این اتفاق میفتد که یه سری توی زیر گروه ها میان این ارتباط ها رو برقرار میکنند و میرن جلو، و این خودش خیلی خطرناکه که اتفاقات زیادی میفته. مربی زوبا هم بودم سال اول که شروع کردم به مربیگری، سرمربیگری زوبا هم تعدادی بازیکنای جوان خیلی خوب داشتیم که همون موقع برای تیم ملی نوجوانان ما بازی میکردن یا جوانان ما بازی میکردن. خب من یهو دیدم یه آقای اومد گفت من با این بازیکنای شما قرار داد دارم. گفتم که اینا الان بازیکن شما نیستن، شما قرار داد که خواستیم ببندین بایستید در آینده، شما که اینا رو معرفی نکردین به این باشگاه، شما اینا ما حاصله این باشگاه بودن. گفت حالا من دیگه باشون قرار داد بسن. من خب اون بازیکن رو خواستم. گفتم ببینید اونا بدون مشورت با هیچ کسی هم رفته بودن قرار داد امضا کرده بودن. حالا اینجا سوال پیش میاد که اون رد سنی توی تیم ملی شما میدیش به در اختیار تیم ملی نوجوانان، جوانان میگذری؟ بس همونجا اون مدیرای تیم ملی، اون کسایی که با این بچه ها در ارتباطن، آگاهشون کنن اگه قرار دادی با مدیر برنامه ای ندارن اجازه ندن اون بیاد توی باشگاه، توی تیم ملی، توی اردوی تیم ملی با این بازیکن ها قرار داد ببنده و اونا آگاهشون کنن. مسلمن تمام بازیکنهای جوان ما توی رده های مختلف نیاز دارن که مشاورای خوبی داشته باشن. هیچ مشاوری بهتر از خود مربی ها نمیتونه باشه. من به اون بچه ها گفتم ببینید شما الان در برای تیم ملی نوجوانان ایران و یا جوانان ایران بازی میکنید، همه مربی های اینجا شما رو میشناسن، شما بازیاتون رو رصد میکنن، احتیاج نیست کسی شما رو بیاد معرفی کنه بگه من این بازیکن رو دارم. اگر میخواین با اون مدیر برنامه که داره به شما کار میکنه بهش بگین اگر شما منو بردی قرار داده من با شما میبندم، اگر شما منو بردی توی تیمای خارج از ایران بله، یعنی من بتونم ترانسفر بشم جای دیگه. ولی خب توی باشگاه زوباهان، سپاهان، پرسپولیس، هر جای دیگه اون جوونه داره قرار داد داره، داره بازی میکنه. اما وقتی که میرن به سن بالای 18 سال، بالای 19 سال میرسن به تیم بزرگسال، خود به خود چون همه اونا نمیتونن جذب بزرگسال بشن، دقیقا تیم بزرگسال مثل ما رشتامون بچه هایی رو که نگاه بکنیم همه میرن تو ممکنه ابتدایی قبول بشن، همه دیپلومو میگیرن، ولی یه تعدادی وارد دانشگاه میشن، یه تعداد خاصی میرن فوق لیسانس، یه تعداد خاصی میرن دکترا. اینا همش روی تیمای لیگ بالاتر و بالاتر و بالاتر هست، همشون نمیتونن جذب بشن. برای همین برای اینکه جذب بشن خودشونو میبرن وصل میکنن به این ایجنت هایی که هستن تا اونا براشون بازی کنن، آماده بکنن، تیم باشگاه مشخص بکنن و بتونن برن. این مسیریه که طی میکنن. حالا چی باید جلوی اینا رو بگیره، کی باید مقابل اینا باشه؟ به نظر من اون کسایی که قانون این مسئله رو میگذرن و باید مشخص باشه اون تیمی که باشگاهی که داره رشد میکنه برای اون حتی مشاور بذاره، روانشناس بذاره، چطوری اینا رو اگه خواستن جذب مدیرا بشن و کار بکنن بتونه انجام. ولی شما هیچ وقت نمیتونین جلوی اینا رو بگیرین چون این کار داره قانونی انجام میشه و دارن کارشون رو پیش میبرن. خیلی از این ایجنت ها تعداد بازیکنهای زیادی دارن، حتی رد بندی هم میکنن، میگن این برای لیگ برتر، این برای لیگ یک، این برای لیگ دو، لیگ سه، این جوانان است میتونه توی این رد کار کنه، اینا رو تقسیم بندی هم میکنن. اما در نهایتش من یادمه که تو همون سالا من صحبت که شد گفتم من از هر ایجنتی
یعنی اگر که مجبور باشم از ایجنت ها، یعنی بازیکن توی ایجنت ها باشه بگیرم، از هر ایجنتی دوتا بازیکن بیشتر نمیگیرم. دلایل خاص خودش هم داشت، چون اگر سه تا شدن، اگر چهار تا شدن ممکنه برات مشکل ساز باشه. درست. ولی اگر دوتا باشه، یعنی منم این روند رو میرفتم جلو و حتی میگفتم که من به خیلی از این مدیر برنامه میگفتم من دوتا بازیکن بیشتر نمیگیرم و حتی دیگه اونجا میشناختم یه سری از این ایجنت هایی که قیمت های خیلی غیر واقعی و بالایی میذارن روی بازیکن ها و میرن به تیم ها میخوان بفروشن، به خصوص به تیم هایی که پول دارن. یعنی ممکن بود دوتا بازیکن توی یه سطح هم باشن، جفتشون خوب باشن، ولی سعی میکنم اون بازیکن رو به یه باشگاهی بفروشن که پول بیشتری میده، چون توی یه باشگاهی توی لول بالاتر سعی میکنه همه بچه‌هاشون تو اون لول نگه داره، چون اگر پایین نگه دارن مشکل ساز میشه براشون. این از نظر وضعیت تیم داریه. ولی من خودم شخصا اعلام کردم که من از هر ایجنتی، یعنی ممکنه به اونا اعلامم نکنم، به یه دوست خودم بگم من دو تا بیشتر نمیگیرم از یه ایجنت، ولی خودم دو تا رو انتخاب میکردم و مثلا اگه میبینم اینا کیا هستن از کدوم کانال بس استفاده کنم میرفتم. در نهایتش ما مربیا به باشگاه بازیکن معرفی میکنیم، میگیم این بازیکن این بازیکن رو میخوام، بعد خیلی راحت میتونی بفهمی که آیا اینا ایجنت دارن آیا ندارن، با خودشون بس حرف بزنی یا با ایجنت بس حرف بزنی و میتونی راه کار پیدا بکنی و بری جلوتر. یه سری از مربیای خارجی، چون راجع به خارجی ها داریم صحبت میکنیم، یه سری مربیای خارجی هم که میان اینجا همهشون ایجنت دارن. ایجنت های اینا مدیر برنامه های ایران اکثرا هم ایرانی هستن یا به واسطه یه ایرانی ها میان. در واقع استراماچونی میاد اینجا، یه مدیر برنامه دارد خارجی، ولی یه مدیر برنامه ایرانی واسطه ایرانی هم داره. درسته؟ اون واسطه ایرانی هم خودش یه ایجنت ممکنه باشه. من مربی خارجی میارم اینجا، من ایجنت چند تا بازیکن خارجی هم دارم، خب به این مربی پیشنهاد دادم که این بازیکن رو هم بگیر. خب اونم یاد ممکنه است که با پیشنهاده اون ایجنت یه بازیکن بگیرد ممکنه کیفیت نداشته باشه. اما راجع به مربی ایرانی، مربی ایرانی خودش باید انتخاب کنه، خودش باید بررسی بکنه. ضمن که این که توی باشگاه من خودم شکل کاریم این بود که هایلایت های بازیکنه برای من میوردم، من میگفتم که شما بایستی 4 تا فیلم از بازی های این بازیکن به من بدی، یه بازی که برده باشم، یه بازی مساوی، یه بازی داخل خانه، یه بازی خارج از خانه، حتی اینا که بردم یا باختم. یعنی من 4 تا فیلم رو میدیدم، از تو اون 4 تا فیلم اون بازی کنه که هایلایتش قبل دیده بودم انتخاب میکردم برنامه بعدیم چی بود. حضور سر تمرین بیادش به ما رو، چون اونا نمیان تمرین کنن میگه شما اینا رو دیدی انتخاب کن، میگم شما بیای بس بیای من ببینم از نظر روحی روانی میتونید با بچه های ما همگونی داشته باشید یا نه، چون شما بیاس بیای تست ورزشی هم از اون بگیری دیگه، تست پزشکی هم بگیری. خب تو این زمان شما نحوه منتالی اون ذهنیت اونو کاملا میتونی بررسی کنی، میاد با بچه ها نزدیک هست. و حتی من بعد از اونم میگفتم آقا من قراردادی که میبندم به چیزشون، هم به باشگاه خودمون هم به مدیر برنامه، من قراردادم 1 سال است، ولی تو قرارداد قید میکردم اگر نیم فصل ما نتونستیم با هم دیگه ادامه بدیم بدون هیچ چیز از هم جدا بشیم. این راه کاراییه که میتونه آدم یا باشگاهش قسمت های حقوقشون به این شکل عمل بکنه. دست شما در نکنه. خیلی ممنونم ابراهیم زاده، خیلی کامل و جامع و درست توضیح دادین، لطف کردین. به امید اینی که آرامشی ما داشته باشیم، مردممون تو رفاه باشن، مردممون توی آرامش باشن، یه زندگی
راحتی داشته باشیم و سلامتی برای همه. ممنونم ازت.